بیننده های عزیز تلویزیون بهار و نگاه نو، درود و سلام میفرستم به شما و از پشت کامرا سلام های آقای خالد صیغانی را هم بپذیرین که تمام کار فیلمبرداری و ادیتینگ و دایرکت امی برنامه های ما با دوش اموناست. بیش از صدها و تا میتونم بگویم که هزارها هموطن ما تماس گرفتن برای ما با ما و فوق‌العاده زیاد ابراز علاقمندی کردن و گفتن که اگر امیگ سلسله های برنامه احمد زایر را ادامه بتیم و بخش های مختلف هنر بیکران احمد زایر را با کاوش بگیریم خاطره ها و یادهایشان. در این رابطه ما امروز یک مهمان بسیار ارجمند داریم. این مهمان ما زلمه رزمی نام دارند که یک سابقه بسیار طولانی جورنالیستیک و کار در مؤسسه افغان فیلم و ارگانهای مطبوعاتی کشور ما دارند و همکنون هم در مطبوعات فرامرزی یا بیرونمرزی فوق‌العاده فعال هستند. نه تنها که در اونجا فعال هستند بلکه در کارهای کمیونیتی افغانها در جرمنی و به خصوص در شهر آمبورگ هم یکی از چهره‌ها و شخصیت‌های فعال اجتماعی و فرهنگی هستند. جناب زلمه رزمی را ما امروز در لاین با خود داریم. اینها از دوست های زنده یاد احمد زاهر هستند و بودند در وقت و خاطره های بسیار جالب دارند که امروز می خواهند در او رابطه صحبت بکنند. آقای رزمی فعلا از طریق اسکایپ با ما در رابطه هستند. آقای رزمی درود و سلام برای شما میگم، خوش آمدین، صفا آوردین. سلام آقای راستا، یک جان تشکر از لطف و محبت شما که یاد از من مهاجر کردین. تشکر، سپاسگزار و همچنان سلام های بسیار گرم و صمیمانه خدا خدمت بیننده های برنامه شما تقدیم میکنم. سپاسگزار که ما را دعوت کردین، ما در خدمت هستم. قربان شما. قابل یادآوری است شنونده های عزیز که آقای رزمی هم خاطرات جالب و نوشته ها و حتی مصاحبه های جالب در رابطه با زنده یاد احمد زاهر دارند و یکی از دلایل حضور پرنورشان در تلویزیون ما امروز هم امی مسئله است. آقای رزمی، ما با کارهای شما تا حدود آشنا هستم، نه تنها در مورد زنده یاد احمد زاهر بلکه دیگه هنرمندا، ولی امروز چون مشخص حرف ما سر احمد زاهر زنده یاد است، می خواهیم از امینجا شروع بکنیم و از شما می خواهم که در این رابطه صحبت بکنین و پس آنها باز از شما سوال خواد کردیم که شما چی توفیه در این رابطه با ما دارین. انال ما تلویزیون ما در خدمت شماست، از هر جایی که می خواهیم شروع کنین بفرمایین و در مورد زنده یاد احمد زاهر حرفایی که دارین اینجا با ما شریک بسازیم. چشم، سپاسگزار از سوال شما. البته که ما دست خالی نامدیم، ما 3-4 ویدیو کلیپ در مورد کارنامه های هنری زنده یاد احمد زاهر قبلا با کمک دوستای خود ساختیم. متن ما نوشته بودم و کوشش کردیم که در قسمت دایرکتش سهم داشته باشم و یکی از این کلیپ ها که اخیراً به وسیله دوست بسیار گران قدرم فاروق جان زرنگ که در افغان فیلم از همکارهای بسیار سابقم بود و پسانترها به عنوان کامرمین به رادیو تلویزیون رفتن و اونا مونتاژ کردن، فیلم ساختن، البته متن از ماست و همچنان سرایا جان صدیق دوست نهایت گران قدر و همکار عزیز ما در گذشته ها
در رادیو تلویزیون متن به خانش گرفتند که من از صمیم قلب از هر دویشان سپاسگزار هستم. نخست به عنوان تحفه امی کلیپ خدمت شما تقدیم میکنم. ایره نشر میکنم. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دیگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. یادواره احمد ظاهر، آواز خانه به همتای کشور، نگارنده زلمه رزمی، گوینده متن سریا صدیق، منتاجو فاروق زرند. سالیان آزگار از خاموشی فانوس زندگی پرهیاهوی احمد ظاهر می گذرد. از آن زمان تا کنون بیشترین و شاید زیباترین لحظه ها و خاطره هایش بر سیمای مطبوعات درون مرزی و بیرون مرزی کشورمان تجلی داشته است. امسال تلویزیون بهار 3 برنامه جذاب، زیبا و سؤال برانگیز در اعضای کارکردها و پایان غم‌انگیز زندگی احمد ظاهر پیشکش کرد. آری، احمد ظاهر 33 ساله، این در گرانمایه و گنج از گنجینه های جاودانه هنر موسیقی سرزمین ما، گویا در یک سانحه ترافیکی با هزاران آرزوی برنتابیده از آسمان هنر پردرخششش، با سر پرشور و قلب سرشار از درد و آه و امید، چشم از جهان فرو بست و به معنای واقعی کلمه ناکام از توالی آرزوهای بزرگ و ناتمامش از دنیا رفت. مرگ هیچ هنرمندی مانند مرگ احمد ظاهر دل هموطنان و دوستدارانش را چنین داغ داد. بیننده های عزیز، ای بود کلیپی که در موردش آقای رزمی صحبت کردن. واقعا که یک متن فوق‌العاده زیبا از دید ما، وقتی که ما دیدم بسیار زیر تأثیر جذبه این متن نوشته شده توسط آقای رزمی قرار گرفتم و همچنان از حق نگذاریم صدای فوق‌العاده زیبا و خوب خانم سریا صدیق و و و کار واقعا هنری زیبای آقای فاروق زرنگ که یکی از کارمندای بسیار سابقه دار تلویزیون ما البته هستند، از اونا قلبا سپاسگزار هستیم و تشکر میکنیم که از شما بشنویم. من میفهم که خاطرات جالب داره. بسیار خوب، تشکر. بار اول ما سالهای بسیار قبل بود که دوران پادشاهی ظاهرخان بود که در جلال آباد، اگر شما به یادتان باشد، طبعا مثل ما شما آدم قدیمی معلوم میشین، اما تو نیست آمد چا جان؟ ما و قدر که شما قدیمی استین من نیست، هستم قدیمی اما بس هست برابر شما نیست. به هر صورت در اون زمان ها مردم تابستان ها و پغمان میرفتن و زمستان ها برای میله مردم شهر کابل برای از این کواسر میشه جلال آباد میرفتن. بله. ما هم هر سال یک چند شبی با دوستا و رفقای خود که دوران مجردی و نوجوانی بود میرفتم. یکی از دوستای ما که همراه ما بود یک روزی گفت که من امروز یک جای میرم، فقط یک کتانه میبرم و
و نام از ما گرفت که اگر تو علاقه داری همی تو را میبرم. بله. گفت در جای میرم که آمد زایر هم دو جه هست، زایر و ایدام هست، یک تعداد دوگام هست. گفت من امروز اونم او جه میمان هستم، میرم خود تا میبرم. خلاصه هم را از او جه رفتیم و امو جه ما صبح تا دیگر او جه بودم و آهنگاشان هم شنیدم. امو جه امرای آمد زایر مرحوم ما معرفی شدم. به یادم هست که اونمو وقتا امی آهنگ خودت گل دهنت پیرهنت گل زایر و ایدا میخوان. بله. امی آهنگش وقت به شهرت رسیده بود و امو جم خان و آمد زایر در جمله بیدای خود یک آهنگ خان که اگر تو یارک من باشی من به دنیا غمی ندارم و آشنایی ما از اوجه شروع شد. بعدان در توقیف ولایت کابل اوجا ما دیدنش رفته بودم و بعد چند روز در شفاخانه بود و ما در شفاخانه هم چندین بار به دیدنش رفته بودم و بار دیگه بعد از این دوستی ما زمان زیادتر شد که در سال 1357 ما مدیر سینمای زینب نینداری بودم. آمد زایر اولین کنسرت را در زمانی که من مدیر سینمای زینب بودم به نفع قوای چار زریدار، این قوای چار زریدار اونمو قطعه عسکری است که اولین تانکش از اموش فایر کرده بود. آمد زایر اولین کنسرت خود در سال 1357 در سینمای زینب نینداری به نفع قوای چار زریدار اجرا کرد و یک هفته بعدش باز آمد و مرا گفت که وضع اقتصادم خوب نیست و میخواهیم که یک کنسرت به نفع خود هم اجرا کنم همراه خانم ژیلا، یک جایی یک کنسرت اجرا کنم. گفتم خوب، بسیار خوب. البته که یک تایم ما کنسل میکنیم، فول تایم سینما زینب نینداری یک تایمش فول تایم 7000 میشد. آمد زایر که از قدیم بلد بود گو ما همیشه 10000 دادیم، بازم 10000 میتونم و یک تایم کنسل کنیم. ولی قبل از تکت هم فروختیم متاسفانه آمد زایر امروز روز باز زندانی شد و ما خبر نداشتیم از زندانی بودنش. با چی جرم آقای رزمی؟ نفهمیدن با چی جرم؟ با چی جرم زندانی شده اون روز؟ او را دکر ما دقیق نمیفهم، فقط ما همین چیزی که بچهشم دیدیم خدمتان عرض میکنم. بله. گپ چیز دیگه نبود جز این همین دوسیه میتانه بوده باشه. باز کسی رفته بود در بالا فکر کنم در پلیس یا هر جایی که رفته شکایت کرده بود که زندانی های سیاسی خلاص شده. این برای چی دیگه خلاص شده باشه؟ برای یک روز آمد ظاهر امو روزه که اتفاقا کنسرت داشت اون امو روز بردنش و این کنسرت اجرا نشد، کنسرت کنسل شد. 10000 تاواندار شد آمد ظاهر که البته او رو نداد و فقط برای یک روز صبح آمد. البته اسماعیل خان که مرحوم وام مردال ما مردال چی شاید بکشم و خانم ژیلای نمینا دمی دفتر ما ششته بودن، اصلا این نمینا فهمیدن که آمد زایر نمی آید و البته دیگر ها بودن و تکت هم فول فروخته شده. آواز خان خب مردم چوکی هارم تکت تکه کردن، بسیار به نظمی کردن. بر صورت تایم کنسل شد و صبح آمد آمد زایر که والا گوه ما را برده بودن و اعلان کردن. خب هر صورت بر یک هفته بعدش باز اعلان شد، خودش یک کنسرت اجرا کرد. ولی پیش از این که کنسرت اجرا کنه آمد زایر، ما گفتم زایر جان اینمی او روزه که خودت تشریف ناوردی 10000 تاواندار شده سینما، آید آمال نیستی رو چطور کنیم؟ خیلی نمیری اگه همه اگه زمین بالا بری که من خود سرانه این کار کرده بودم، کنترول نمیجام انتقاد کرده و مسئله 10000 چطور میشه؟ گفتم اگه بری اگه همه بیاری بسیار ساده، اگه پس اگه همه از وزیر، وزیر در اون زمان سلیمان لایق بود، وزیر رادیو و تلویزیون، وزیر رادیو و تلویزیون و
رادیو و تلویزیون خلاص، و سینماتوگرافی که طبعا سینماتوگرافی افغان فیلم است و سینماها مربوط افغان فیلم است، به او خاطر من مدیر سینما است. خب آمازار رفت گوگومش که 10,000 من میتونم و چطور چنان تو ولاغ ما رو اوجا روان کنیم. گفتم نمیشه بدون امر، دفعه خودسری کردیم. این دفعه اگه امر بری که رفت سلیمان لایق البته امر داده بود، خوشبختانه که آقای لایق قمیل زنده است در کشور هست و صدای ما رو میشنوه یا نمیشنوه، شما میتونید که امرش گپ بزنید. او امر داده بود که یک تایم کنسل و سینما را در اختیار آمدزایر قرار بتین و بود از 10,000 که جریمه شده از اون صرف نظر شده بخشش برش. بر صورت یه امر آورد آمدزایر، ولی اونموش مرا گفت که ولی آقا بانو بود که تو من تو مرزا قلمی کدی و گفت مرا روان کدی پیش سلیمان صاحب. او لایق هم نمیگفت که سلیمان صاحب، گفت او مرا گفت که تو تلویزیون هم همین انقلاب هم نو شده و تلویزیون هم جدیدن افتتاح شده، تو به عنوان یک خواننده درجه یک همی توفیه تو کجاست؟ هم مگی توفه آوردن و توفیه تو که درجه یک خواننده ماستی هیچ معلوم نیست. گفت ما مجبور شدم که کتیش واده کنم اینا هر دقیقه کلمه را در تلویزیون پیش کنن بازیده ای کنسرت مخیقی به گفتم زایر جانی خوب بسیار گپی خوب شد راست میگم. گفت نه والا که با هم 10,000 از پیش من میگیری هم امر سر من میری هم مرا در جنجال انداختی لیاز خدا دگه گمش که مرا اوجا روان نکن. به هر صورت تا جایی که من آه بله خب البته قصه من خواهد آمد، من یک میخواستم یک چیز دگرم یادآوری کنم که چند روز بعدش آمد زایر با پای خود رفت در رادیو تلویزیون دو آهنگ خدا که با اصطلاح اردوش ملاخور شده بود، لیلی جان و خدا بود یار، از آهنگایی بود که زیاد چون در رادیو نشر شده بود و یک ذره که از بازار رفتیده بود اینم یارا ثبت کرد، نه آهنگای جدید خدا، برای از اینکه او وقت کست های بیرون میکشیدن و کست ها از خود قیمت داشت و ارزش داشت و تماشا همی علاقمند های موسیقی منتظار میکشیدن که آهنگای جدید چی وقت بیرون میبره، چیزی را که در رادیو شنیده بودن خوش شنیده بودن. و کسایی که فیلم برداری کردن و کارگردانی و ثبت کردن همین دو آهنگشه کجا نه سوته بود و نه قمچین و نه ماشیندار و نه کدام جلاد، خانم فریده انوری و کمیال خوشبختانه زنده است و او وقت مدیره یا رئیس هنر ادبیات تلویزیون بود، کارگردان همین دو آهنگش امو بود و زنده یاد داود فارانی از نطاقای برجسته رادیو تلویزیون گوال در قید حیات نیست. و این که فیلم برداریش کی بود من نمیفهم، شاید خود داود فارانی بوده باشه، ریان ثبتش اینی بود. و خوشبختانه که دو شاهد که یک سلیمان لایق باشه و دیگه فریده جان انوری اینم اینا زنده و حیات هستن. یعنی شما دقیقت امروز در این برنامه در مورد همی تاریخچه دو آهنگ تلویزیونی که از زنده یاد احمد ظاهر به یادگار مانده صحبت کردین و دلیلش که چرا ثبت کرده، به امر کی ثبت کرده و چگونه ثبت شده دیگه، همونطوری مثلا. بله درست است. و در همی ارتباط که پیشتر شما تذکر دادین چطور آمد ظاهر دو روز بعدش، البته کنسرتش که خلاص شد و رفت و دو روز بعد امرای خانم خود که خوشبختانه اونا هم حیات هستن در امریکا تشریف دارن، دو روز بعد به سینما آمد که باید معلوم شد که چقدر عاید کرده بود. ما خود 10,000 خود میگرفتیم و باقی عاید به خودش تعلق داره. من خزانه دار خواستم گفتم که میره چند هست و یک حساب بتین برش چقدر تکت فروخته شده و چطور. باید عرض کنم که بخاطر همی که چند یک دفعه کنسل شده یک دفعه یک رقم دیگه یک زرگک بیتباری واره شده بود
و بر اولین بار فکر کنم در تاریخ کنسرت های آمدزایر امی دفعه امی کنسرت فولام نشده بود. یک چیز دیگه هم امیال به یادم آمد، یادم است که آمد ولی آوازخان اینمی هم دینمی سینما امروز کنسرت داشت، آمده بود از اون بغلا سیل سیل داشت، البته تکت های 150 120 و 80 افغانی قیمتش بود. آمد ولی جان نمیفهم چرا مو دو دروازه و دروازه رو سیل سیل داشت که با چی گپ هست، ولی ما دیدمش و مرا نمیشناخت، من رفتم سلام دادم، من گفتم ولی جان من مدیر این از این سینما هستم، میخوایی کمی کنسرت رو ببینی؟ گفت آه با علاقه مندی. گفتم خب بفرمایید. چوکی هم خالی زیاد بود، بردم در یک جای شاندمش، ولی خبر برام از ظاهرم داده بودم که ظاهر جان بسیار چوکی ها خالی است. گفت من یک خواهش گفت از این دارم، هیچ کس را گفت مفت نمانی، مفت کس نبید. مفتیم یک نفرم هم مفت ماندیم آمد ولی جان، که خوشبختان آمد ولی جان هم گرچه قصه 40 سال پیش است ولی یقینا یادش نخواد رفته باشه. گفت که چراغا تاریک، ما نبینم که کدام چوکی خالی باشه، یعنی چشم ما باید هیچ چیز را نبینم، مردم ما را بتانه ببینه و ما رنگ تماشاچی و چوکی خالی را تحملش ندارم که ببین، و لطفا کس را مفتم نمانی. خب پس من این سر از امون قصه که عرض کردم که پیسا را خواستم که حساب کنیم برش بتیم، مرا گفت نه من خود که توی حسابی نمی کنم قطعا به هیچ وجه، و چیزی که شده آید شده، 10,000 تومان خوب کردین که گرفتین، از قرض دیگه تام که 10,000 جریمه شده بود شما را تاوان رسانده بودم، او رو خمر برتان آوردیم، یعنی باقیش خانمش برش پیسایش دادیم، خودش به مو پیسای هیچ سیلام نکرد. البته خانم خدا گفت که 1,500 از اون پولا را گرفت نمی سر میز ما موند، ما خیال ما که خیلی ولی پیسه را برای ما داده، به خاطر از این که خواسته باشه که یک چیز کنه، یک توفه با ما داشته باشه. ما گفتم ظاهر جان اینمی چی بود ای تا دیگه پس کن، اگر گفت نه نه خنده کرد، گفت این برای تو نیست، ای را باز بسیار مساویانه برای می پرسونل، گفت خودت تقسیمات میکنی، برای از این عادت دارن، ما همیشه که کنسرت داشتیم در سینما ما یک چیزی تو فعال هم توقع دارن، اینه میره باز خودت برای زمین ها یک مساویانه تقسیم کنی. البته چیز جالبی که یادم است در بین کارمندای ما یک نفر بود به نام تاج محمد که امیدوار است مال سالها تیر شده زنده باشه و سلامت باشه، تشنابای سینمای زینب نداره فرشی بود، اونم یکان سنگ و قلخ اتراره که منداختن و بند میشه، بازی به چارکت یک سو تچوب میزد و میزد به مشکلاتی تشناب چیز میکد که اوی از این بارد. خب به هر صورت اینمی باز یک گان دفعه در مدیریت میامد که مدیر صاحب اینی روزگار مسته چطور رسی ظالم ها سنگ هم اندازن و قلخ و فلانی ره، اینمی ره کدام زمان آمد ظاهر دیده بود، باور کن اینی مبالغه نیست، برای ما گفت که اونم تاج محمد با دو چند بیتی در جمله جوان مردیاش امی به حد خوش محمد که چطور نام تاج محمد هم یادش است، و البته ما مبالغه نمی کنم این چیزیست که ایران ما بچشم دیده. و دیگه از صفت های آمد ظاهر من می تانم چند چیز دیگر هم عرض کنم که در پالی از این که آمد ظاهر یک آوازخان بسیار ماهر بود که 40 سال حدود 40 سال 40 نیخ 38 سال از مرگش تیر شده و هنوز هم هزاران نفر دوزدار آوازش هستند و او در آوازهای خود زنده است و در همه جاست و نسل جوان و گذشته و همه گیره مجذوب صدای خود ساخته. آمد ظاهر یک استعداد دگام داشت،
بله یک فوقلادگی عجیب و غریب داشت که او تقلید آواز و حرکات دیگه انسان ها بود. باور کنین با مجرد که یک آدم در یک لحظه کوتا میدید، یک لحظه کوتا و یا صدایش میشنید، هم رقمش هم تقلید صدایش میکرد و هم تقلید حرکات را رفتن و طرز گپ زدنش، که از خود ما را تقلید کرده. یک روز مثلا یک پروتوکول یک کنسرت را که امرای خانومش با امضا میکرده، میگفت گمش که میره تو کت از امی خانوم امضا کن، بله. تلفون های تم عجب میگم، بله. یک تلفون آمد، مردم البته هر دقیقه پرسان میکرد فلان چیز باید یک نواق بارش بود، فلانی سو درمنده رو اینا جنگ داره ها داره یا نداره، اینه میره به رقم ما تقلید کرد که ما را خود ما هیچ وقت یاد ما نمیره که نام امو فیلم اندی رو گرم. کس سوال کرد که جنگ داره؟ گفت بسیار جنگ داره. یک گفت یکی دیگه خود میزنن که دو پلا میکرم. این از خاطرات ماست که ازش دارم. و همچنان ما یک مصاحبه شاید شما در فیسبوک خوانده باشه نمرای بلقیس جان، بله، با خواهر محترم ایشون، خواهر مرحوم هم از ظاهر داشتم، بله. یکی دو سال پیشتر که او هم امیر یاد کردیم پیش از در تلفن هم او میگفت در مصاحبه خودم گفت که گفت باور کنیم که هم از ظاهر حتی تقلید صدا و حرکات پدر و مادر ما میکرد از اگان خیش قوم نزدیک ما. شوخی ها هم بسیار زیاد داره. البته یکی از شوخی هایش در پالی چیز آمد ظاهر فکایی هم بسیار میگفت، مثلا همی تقلید صداهای ملیت های مختلف هم میکرد. خودش متولد لغمان بود، از لغمان بودن هستن، ولی آدم بی تعصب بود، حتی تقلید صدای لغمانی ها رو میکرد بسیار ماهرانه. و همچنان فکایی های بسیار جالب یاد داشت که آدم بود که سواد موسیقی داشت، آدم خلاق و مبتکر، سواد ادبی داشت، بله. موسیقی رو میفهمید، بله. سواد موسیقی داشت و در پالوش شعرشناس بود، بله. شعر خوب رقم ادا میکرد، خوب رقم تحویل میداد شعر شاعر و شنونده خود، و اشعار مبتذل و بازاری را به هیچ وجه اجازه نمیداد که به هنجری خود، اجازه ورود به هنجری خود نمیداد. آدم خوش ذوقی بود و همچنان آهنگی خوب از هر کسی که می بود، از فلک می بود، از پیشش می گرفت و می شد می خرید یا عذر می کرد یا تقاضا می کرد که نمی آهنگ تا بته، باز من جبران می کنم برای تو یک چیز دیگه خواد دادم و امور می خوان. بله، بسیار زیاد تشکر آقای رزمیان. خوب شد که فهمیدیم که یک تعداد تو فکر میکرد که والا این آهنگ با این مناسبت خوانده و یا آهنگ با این گروه مثلا سیاسی خوانده و ایگه پا، در حالی که من فکر نکنم که هم از ظاهر به مسائل سیاسی و به مسائل چیز زیاد علاقه من نبود، یعنی بیشتر آهنگایش عاشقانه رومانتیک بود و البته تحت شرایط مشخص و فشارها. و دو آهنگ را که گفتین و شما بسیار خوب توضیح کردین، بسیار کم مردم در این مورد می فهمید که او آهنگ چگونه ثبت شده و چرا ثبت شده. همین دو آهنگ تنظیمی توضیح کردیم. خواهش میکنم، بله. لطف کردیم. من یک چیزی را که پیشتر فراموش کردم که یاد کنم، بله. که باز هم میره گپ سرازم بود دوسیه، بله. بعد از کنسرت خودم دو روز بعد که آمد، آمد ظاهر مرا گفت والا گفت تو یک چیزی را از پیش من پت کردی والا گبانم تا، بله. ما گفتم چی؟ گفت تو یک زمان مدیر قلم مخصوص یعنی وطنجارم بودی، بله. وطنجار دیگه این وقت وزیر داخل است، اصلا وطنجار وزیر مخابرات و معاون صدر اعظم بود. ما در اون زمان کارمند مخابرات بودم، بی اوائل میگم، مطلق روزای اول میگم. امیجا ما به عنوان مدیر قلم مخصوص ازی مقرر شدم، بله. و به زودی جنجالا و اختلافات بین ما پیدا شد که ما
نزدیک به او دنیا رفته بودم. دو مردی که مرا کمک کردن از جنجال کشیده نردیش حیات داره که یکیش سرور جان منگل است و دیگه سلیمان لایق. امینا بسیار شرافت و مردانگی کردن، مرا از کشتن خلاص کردن و لایق مرا خواست و در سینمای زینب داره گفت برو نبوی جفل بتا سایکو که کشته میشی تو کتکی خود برابر کردی و ما البته دو قدر علاقه مندی به سینما نداشتم، ولی او مرا گفت که من دازنه تا در بندی خانه، ولی تو خلاص بودی، اگر ما و منگل مداخله نمی کردیم رهایی تو غیر ممکن بود. خب اینمی وقت پس میم سر ازم بگم که اینمی وقت کامل ظاهر دومین یا سومین کنسرت خدا در اینجا اجرا کرد، گرس کردم امرای خانم خدا آمده بود بر از کمی پولایش آیدش برش دستیم بتیم. اینمی جا مرا گفتی یک چیز را از پیش ما پت کردی اینی آدم را میشناسی، ولاغ گفتم و دوسیه ما خلاص نکنی خقبانمت. بیشتر شما فرمودین که باز دوستان میگن که دوسیش ختم شده بود و ما با صراحت گفتم که هرگز خلاص نشده بود و تا امروز شاید خلاص نشده باشه. برازی کنمتر او گنگ مانده و او فامیلا مانمت تو جنجالی و تا اینمی دقیقه زنده هستن نیستن، به یه عقید هستن که قاتل احمد ظاهر بود. با اونو خاطر و همیشه عرض و داد داشتن، همیشه آزارش میدادن، همیشه پشت زیگه بودن و هر رئیس جمهور هر کسی که میامد اونا عرض و دادشان دارد. ما ظاهر جانا گفتم که کدام دوسیه تا گفت اونو دوسیه. گفتم ما چی خلاص کنم؟ گفت برازی که تو مدیر قلم مخصوص از یه آدم بودی و نوام وزیر داخلت. ما گفتم ظاهر جان ولی تو راسته که نمینا یک گروپ معین هستم یا به باری معروف خلقیستم، من خودم خلقی ملقی اتران نیستم. با اونمو خاطر من مدیر قلم مخصوص از او بودم و نزدیک اونمو مرا کشته بود. یعنی می جام مرمی لایق یا با گفته تو سلیمان سه می جام قرار کرده، ولی اگه مو بفهمم امیمی وطن جارمی که وزیر داخل است گفتمش که ولی من نمیتونم مرم ماف کنم. اونمو بود که پسانتر آمد ظاهر، البته دوائل بسیار بد بی واسطه بود و کسی را نمیشناخت هیچ کسی را. پسانتر ها باز آمد ظاهر اترام نبود که به کس کوی به اصطلاح بوده باشه. این چیز را که من میتونم بگویم در او اوائل کلمی دوستایش که من به اترامی برش نکده باشم، من یکی اگه در دعوا دارن که من این بودم و آن بودم کلش بود شده بود، تنهای تنهای لاش کرده بودم. شاید هم عقب جانب بوده باشن برازی که دو اوائل وز خراب بود و دولت بسیار بیرحم بود و سر کسی رحم نمی کرد. آقای رزمی و... از اول تا آخر او دولت بیرحم بود. اوائل خانوز فرصت کم داشتن، باز تا آخر خود شما خونه دیدین که اینقدر کشتن، اینقدر زنده به گور کردن، اینقدر از اوا انداختن، یک تعداد از دریا انداختن و از روز به روز متشنج تر شد. منظور می بود که حال آمد ظاهر ملنگ هم پیدا کرده، دوستان بسیار پیدا کرده و اواخا و طرفدارایی که عق و ناق، عقش البته برش آدم احترام میکنه، ناقش که مبالغه میکنن، گاهی از او پیغمبر جور میکنن. مثلا من شنیدم که یک کسی تو میگو که والا پیغمبرم در یک روز تولد شده در یک روز مرده، یا من دیگه، یا مثلا یک کس دیگه میگه که یک آوازخوان بود. میفهمید که کی رو میگه؟ آوازخوان فرانسوی رو میگه که میل لحظه نامش هنریکو ماسیه. هنریکو ماسیه هست. او گفته بود که یکی از افغانستان که از مکه در خوب میخواد، یکی پا مبالغه هست و ترام نیست. آمد ظاهر تابترین آوازخان ما بود، ولی از کشور ما بود، بله با او سویام نبود و خالی از عیب و نقصام نبود. آدم جانمرد بود، کاکب بود، دوست داشتنی بود، ولی انسان بود و انسان خالی از اشتباه و سهو و خطام نیست. بله بسیار زیاد تشکر. اگر حرفای دیگه نباشد این رابطه، شما حرفای دیگه نداشته باشین، من فکر میکنم که صحبت خود ختم کنیم.
و اگر حرفای دیگه داشته باشین اینا بازم ما از شما میشنویم. تشکر، لطفتان است، سپاسگزار هستم که بر ما وقت دادین، از ما دعوت کردین و بر ما وقت دادین تا عرایز خود در این رابطه خدمت شما تقدیم بکنم. روح یونرمند عزیز و گرامی خود شاد میخوام و یادش همیشه گرامی باد. از کسایی که همیشه ازش یادآوری میکنن در فیسبوک، عکسای جدیدش و آهنگایش نشر میکنن، ما شخصا از هر کدامشون سپاسگزار هستم. اکثرشان در فیسبوک میشناسم و احترام عمیق برشان دارم و ای کار خود، ای خدمتگزاری خود با مظهر ادامه بتن، گمی نداره و مظهر آهنگ آوازخان است که هیچگاه فراموش نخواهد شد. تشکر، سپاسگزار از شما، از همکارای تخنیکی شما، از حوصله‌مندی شما و بیننده‌های برنامه شما. آقای رزمی، از شما هم سپاسگزار هستیم. امیدوار هستیم که ما را هیچ وقت فراموش نکنین. من میفهم که شما کارهای بسیار زیبا و جالب دارین، نه تنها در مورد مظاهر، که این قصه‌های بسیار جالبه که تا حال ما شخصا نشنیده بودم، از زبان شما شنیدم، بلکه در مورد دیگه هنرمندا، در مورد رادیو و تلویزیون من خبر دارم، در مورد تاریخچه رادیو و در مورد بسیار مسائل دیگه شما نوشته‌های خوب دارین. امیدوار هستیم که ما از او در آینده بی‌بهره نشیم. از شما جان سپاس و شب و روز شما را خوش می خواهیم. سپاس گذار، تشکر. شب شما هم خوش یا روز شما هم خوش. تشکر. بیننده های عزیز، این بود صحبت ما با آقای زلمه رزمی، جورنالیست، نویسنده و یکی از کارکنان سابق افغان فیلم. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. شب و روز همه شما خوش.